یکی از پهناورترین استانهای ایران و در جنوب شرقی کشور. نام منطقه‌ای در پارسی باستان کارمانیا و جزء کلانشهر هاست. یکی از 5 شهر تاریخی ایرانه و سومین مرکز استان بلند و مرتفع کشور بعد از شهر کرد و یاسوج محسوب میشه. جشن باستانی سده که در نوع خود بزرگترین جشن زرتشتیان هست، همه ساله در بهمن ماه در این شهر برگزار میشه و در سال 1390 در فهرست آثار فرهنگی ملی ایران ثبت شده. همسفر شما را دعوت میکنه به تماشای دیار کریمان. شما همسفر ما در کرمان هستید. برنامه یاد خدای بزرگ و مهربان. سلام به بینندگان خوب برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی و در استان کرمان هستیم. شهر زیبای کرمان و جاذبه‌های تاریخیش رو داریم بهتون معرفی میکنیم و از دیدنی‌های این شهر بزرگ براتون داریم میگیم. در چارسوق دوم بازار بزرگ کرمان یک اثر ارزشمند تاریخی هستش که به اکونوموزه بانو حیاتی معروف هستش و فضای بسیار خوبی رو داره. هر وقت صحبت از صنایع دستی ارزشمند کشورمون پیش میاد، ما ذوق میکنیم و سعی میکنیم اون رو به بهترین شکل بهتون معرفی کنیم. در این مکان تاریخی علاوه بر اون جاذبه تاریخی خودش، بحث صنایع دستی ارزشمند کرمان هم هست. به اتفاق استاد گلابزاده عزیز همراه میشیم و این اثر ارزشمند رو بهتون معرفی میکنیم. پس همسفر ما باشیم. به نام خدا. همسفران عزیز، سلام گرم و صمیمانه ما تقدیم محضر شما باد. در بنایی که ملاحظه می‌فرمایید و سردیس‌ها و آثار مختلف گذشته به نمایش در اومده، این بنا در سال 1276 به عنوان بانک شاهنشاهی یا بانک شاهی در زمانی که انگلیس‌ها در کرمان بودن ساخته شد. همطور که می‌دونید این مجموعه اولین بانکی است که در کرمان ساخته شده و تا مدتی انگلیس‌ها در اینجا فعالیت بانکی داشتند. بعد از اون که در زمان پهلوی اول کار بانک شاهنشاهی به پایان رسید و در واقع بانک‌های دیگه به دستور او جایگزین شدند، از اینجا به عنوان اداره معارف و امور مستظرفه استفاده شد و بعد هم به عنوان مدرسه حیاتی. به همین دلیل به این مجموعه در گذشته می‌گفتند مدرسه حیاتی. اما بعد از آن که در سال‌های اخیر به همت دولت مردان کرمان و مسئولین کرمان اینجا بازسازی شد و به صورتی در آمد که ملاحظه می‌فرمایید، اینجا به عنوان موزه اکونو موزه کرمان نامگذاری شد و مورد استفاده قرار گرفته. البته اکونو موزه منظور موزه امور اقتصادی است.
سردیس هایی که ملاحظه میکنید در واقع نماد شخصیت های مختلفی است که کرمانی ها همواره به وجودشون بالیده اند و افتخار میکنن، مثل روح الله خالقی که میتونم ازش به عنوان پدر موسیقی ایران یاد بکنم. کدام ایرانی هست که سرود ای ایران روح الله خالقی رو بشنوه و تحت تأثیر قرار نگیره؟ استاد باستانی پاریزی که اگر به عنوان پدر تاریخی کرمان ازش یاد بکنیم سخنی به گزاف نگفتیم، به قول خودش در هیچ جا نبود که سخنی بر زبان جاری بکند و به بهانه ای و انگیزه ای نام کرمان رو زیب و زیبر اون قرار نده. هوشنگ مرادی کرمانی قصه های مجیدش رو دیگه همتون دیدید یا خوندید و یا شنیدید و از جمله کسانی است که در ادبیات کودکان صاحب سبک هست و از مشاهیر این رشته در جهان. و خواجوی کرمانی که من اون بیت معروفش رو براتون قرائت کردم که ز خانه هیچ نخیزد سفر گزین خواجو که شمع دل بنشاندان که در سرا بنشست. و صاحب اشعار مختلف، کتاب‌های مختلف مثل روزت الانوار، همای و همایون و غیره. اما امکاناتی که ملازم می‌فرماید، ظروفی که ملازم می‌فرماید، ظروف مسی و در حقیقت باید بگیم شاهکار هنری مردم کرمان، من ابتدا اشاره بکنم که کرمان از جهت پیشینه مس 5000 سال قدمت داره. ظروف معمولا نقوشه، این ظروف مسطح هست و از ویژگی های کندکاری کرمان به شمار میره. حالا معمولا کندکاری که در اصفهان هست و ظروف مسی معمولا برجسته است، ولی از ویژگی های ظروف کرمانی اینی که نقوششون نقوش مسطحه. مدرسه حیاتی، این مدرسه که در بازار بزرگ کرمان قرار دارد و روزگاری از آن به عنوان بانک شاهی یا شاهنشاهی نیز استفاده می شد، از بناهای قدیمی و مدارس اولیه که دختران به شمار می رود. این بنای قدیمی در حال تخریب اخیراً به همت استاندار پرتلاش کرمان بازسازی شده و به عنوان اکونوموزه حیاتی و نمایشگاه و کارگاه های صنایع دستی مورد بازدید عموم قرار می گیرد. در این موزه و کارگاه، صنعت شالبافی که واپسین روزهای زندگی خود را می گذراند احیا شده و با راه اندازی دستگاه جدید و حضور تلاشگران این عرصه نفسی تازه کرده است. گچکاری ها، مقرنس کاری ها، آینه کاری ها و آجر نمای این بنا از اهمیت خاصی برخوردار است. در حیات اکونوموزه حیاتی کرمان هستیم که عرض کردم برای اولین بار کاربری بانکی داشتی اینجا و انگلیس ها به عنوان بانک شاهنشاهی از اینجا استفاده کردن. همون گونه که ملاحظه می‌فرمایید، بنا در حقیقت نشانگر معماری عصر قاجاریه هست، منتها با ظرائف بسیاری که درش لحاظ شده. اولا این بنا با همه عرض کنم کوچکی که داره، ولی دارای سه حیاته. شاید دلیلش این بوده که انگلیس ها چون معمولا در اروپا آفتاب کم هست، اینجا ذوق زده شدن در مقابل آفتاب و همه اصرارشون بر این بوده که بیشترین نور و بیشترین آفتاب رو داشته باشن. به همین دلیل سه تا حیات رو پشت سر هم انتخاب کردن. نکته دیگه، مقرنس‌کاری های بسیار زیبایی است که
نمونه هایی از اون رو ملاحظه خواهید کرد و خوشبختانه در بازسازی هایی که صورت گرفته برخی از قسمت های اصلی نگهداری شده تا مشخص بشود که هیچ گونه تغییر آنچنانی صورت نگرفته. برخی از مقرنسکاری ها تلفیقی و عرض کنم خدمتون ترکیبی هست، گاهی با کاشی و گچ به صورت مشترک شما میبینید کار شده، یا همین حیاتی که ملاحظه میکنید تلفیقی هست از نمای آجر و عرض کنم که کاشی هایی که درش به کار رفته، و باز به صورت چهار سویه این حیات مورد استفاده قرار می گرفته. دلیلش هم عرض کردم این بوده که معمولا در هر فصلی آفتاب سمت و سوی خاص خودش رو داشته و در تابستان از اتاقهایی بیشتر استفاده می شده که آفتاب نداشتن، به قول کرمانی ها بر نسار بودن، و در زمستان بیشتر از اتاقهای استفاده می شده که تابش آفتاب اونها رو گرم می کرده. و شاید باز هم بتونیم بگیم که یکی از اصول عرض کنم که اقتصاد مقاومتی در نوع ساختار این بناها لحاظ شده. در غرفه گلیم شیریکی پیچ اکونوموزه حیاتی کرمان هستیم. این گلیمایی که ملاحظه می کنید در اصطلاح کرمانی بهشون میگن شیریکی پیچ. من قبل از اون که راجع به این تولید دستی کرمان توضیح بدم خدمتتون، یادآور میشم که اصولا کرمان یکی از وجوه تسمیهش این است که بافندگی در اینجا رواج داشته. نام اصلی کرمان کارمان بوده، کار یکی از معانیش بافتن بوده. کرمانی ها هنوز به عنکبوتی که به دیوار تار میتند میگن کاربافو، و به کسی که پارچه میبافه یا بافنده است میگن کارباف. بنابراین اصلا ماهیت حیاتی کرمان به بافتش بوده. و باز یک شهرستانی در کرمان داریم به نام شهرستان بافت که این گلیم ها بخشی از تولیدات همون شهرستان هست. البته در سیرجان هم بافته میشه به وسیله ایلات مختلف، ولی در بافت هم. اما شیریکی پیچ یکی از گلیم های بسیار زیبا و ارزشمندی است که امروز خوشبختانه شهرت جهانی پیدا کرده. اما شیریکی پیچ وجه تسمیهش چیه؟ این در واقع همون شیریکی پیچه، چون معمولاً در بافت این فرش دو نفر شرکت دارن. حالا ممکنه بفرمایید که خب شیریکی پیچ چرا نگفتن شیریکی پیچ؟ دلیلش این است که بافندگان این گلیم از کسانی هستند، از آذری هایی هستند که در قالب ایلات مختلف مثل ایل افشار و غیره به کرمان آمدند و هنوز بنمایه کلامشون آذری است. و همین دلیل به جای شیریکی پیچ میگن شیریکی پیچ. و خوشبختانه در سالهای اخیر به دلیل اقبال جهانی خاصی که از این بافته به عمل آمد، امروز این گلیم شهرت جهانی پیدا کرده و باز خوشبختانه میتونم عرض بکنم که به ثبت جهانی هم رسیده و این اقدام مبارکی است که ظرف چند روز گذشته صورت گرفته. Thank you.
این دستگاهی که ملاحظه می‌کنید دستگاه شال بافی است. من در خصوص سابقه اقتصادی و تاریخی عرض بکنم که هیچ دست‌آفرید کرمان به اندازه این شالی که شما ملاحظه می‌کنید در جهان و در ایران نقش سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نداشته. این شالی که شما ملاحظه می‌کنید نقش‌آفرین عرصه‌های مختلف سیاسی بوده. از قیام شالبافان کرمان که به سرنگونی یکی از حکومت‌ها در روزگار قاجار منتهی شد تا عرض کنم خدمتتون که نقشی که این شال در جای جای مسائل داشته من جمله قتل ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی یه بخشیش مربوط می‌شود به همین شالی که شما ملاحظه می‌کنید و این شال از جمله تولیدات و دست‌آفریدهای کرمان بودی که به جای جای جهان صادر می شده. شما هنوز عکس های شخصیت های برجسته روزگار قاجار رو که ملاحظه بکنید می بینید همشون با شال کرمانی هست و ادوارد براون و دیگرانی که از این شال تهیه کردن و برای شاهزادگان مختلف در انگلیس و حتی در فرانسه بردن جایی می نویسد ادوارد براون که ملکه های انگلیس اگر در کمد لباسی خودشون لباسی از در واقع تولیدات شال کرمان نداشته باشن کمد لباسی خودشون رو ناقص می‌دونن. بریم سلام، صادقی هستم، بافنده شال. الان حدوداً 3 سال توی این کار هستم، با خانمم کار میکنیم و این کار رو ما از استاد بزرگم آقای حاج علی میرحمدی که شالباف بزرگ کرمان هستم از ایشون یاد گرفتیم. این دستگاه رو استانداری جناب آقای استاندار محترم طراحیشون هم آقای مظفری انجام دادن و توسط شرکت کرمان مجازی سرمایه گذارشون ایشون هستن که ما داریم الان انجام میدیم توی کرمان. چه شالهایی میبافین شما؟ ما ببینید شالهای تردار، ساده و این مدل شال میبافیم. جنس نخ شالتون؟ پشم، هست، ابریشم و کرک. بله. چند متری شالاتون؟ چند سایزی؟ عرض مختلف هسته. بزرگترین چون عرض 1 متر در طولهای مختلف. درسته. چقدر طول کشید تا شما یاد گرفتین شال بافی؟ شال بافی ببینید بستگی به خود طرف داره، استعدادش، اینجور چیزا که مثلا بستگی داره. شما میتونین 1 ماه یاد بگیرین یا 2 ماه یا زودتر از 1 ماه. شما اول یاد گرفتین یا خانمتون؟ خانمم. بعد خانمتون به شما یاد داد؟ بله. بله. بعد براتون درآمد اقتصادی داره؟ ببینید این کار باید زحمت بکشیم باش. بله. داره. داره. خب الان که این دستگاه ها نیستش بقیه اگه بخوان شال بافی یاد بگیرن ما چیکار کنن؟ ما چرا؟ توسط شرکت کرمان مجازی این دستگاه ها دارن ساخته میشن در اختیار بافنده ها، کسانی که علاقه داشته باشن میان رایگان آموزش میبینن، دستگاه هم در اختیارشو قرار داده میشه، تو خونه یا تو کارگاه میتونن ببافن. Thank you.
در غرفه پتدوزی اکونوموزه حیاتی کرمان هستیم. من فکر میکنم این نشست من در حال حاضر یک نشست هنریه. دلیلش هم این است که هم پشت سرم یک اثر هنری هست و هم این پته‌ای که ملازم فرماد روی پای من یکی از دستافریدها و با در واقع پارچه‌های دوخته شده به وسیله زنان کرمانیه. اولا من خدمتتون بگم که این دوخت در همه جای دنیا به نام زن کرمانی شناخته میشه و مردها معمولا در کار پته دوزی در هیچ دوره از تاریخ نبودن، البته حالا معدودی بودن، شاید یکی دو نفر. و این پارچه‌ای که ملازمی فرماد این رو اصطلاحا بهش میگن عریض و بعد با نخهای الوانی که بهش میگن ریس این متن نقاشی میشه و از روی نقوشی که در نظر گرفته شده دوخته میشه و به صورت پته در میاد. ارزش قابل توجهی داره. در گذشته انواع مختلفی داشت. پرده پته داشتیم، رومیزی پته داشتیم، روغوری پته داشتیم، لحاف پته داشتیم و حتما هر دختری کرمانی که به خانه بخت میخواست بره حتما باید یک نوعی از پته رو با خودش داشت. و انشالله امیدوار هستم که به کرمان که اومدید حتما از این موزه بازدید بفرمایید، از قسمت‌های مختلفش با هنرهای زنان و مردان کرمانی آشنا بشید و انشالله با خاطره‌های خوشی کرمان رو ترک بکنید و بدرقه راه شما این سروده که سرسبزترین بهار تقدیم شما، گلبانگ خوش هزار تقدیم شما. گفتن که لحظه ایست روییدن عشق، آن لحظه هزار بار تقدیم شما. در بازار بزرگ کرمان و حاشیه اون جاذبه های تاریخی ارزشمندی رو میتونیم ببینیم. مجموعه گنجعلی خان و حمام بسیار زیبایی که اونجا هست، چایخانه سنتی وکیل، بحث کاروانسراها، تیمچه‌ها و همینطور ابنیه ارزشمندی که در این مجموعه تاریخی نهفته. وقتی شما به شهر زیبای کرمان سفر میکنین از تک تک این مجموعه ها میتونید دیدن کنید و از دیدنشون لذت ببرین. و به عنوان یک توریست و گردشگر وقتی به یک جاذبه تاریخی سر می‌زنید و به یک شهر تاریخی، قاعدتاً باید سوغاتی رو برای یادگاری به شهر و دیار خودتون ببرید و چقدر خوبه که این سوغات صنایع دستی ارزشمند اون شهر باشه که سالیان سال و حتی قرن‌ها اون اثر ارزشمند باقی میمونه و دست به دست میچرخه. همین پته زیبای کرمان الان آوازه دیرینه داره و قرن هاست که این پته هست. قالی بسیار زیبا، گیلیم، جاجیم و اون وسایلی که هست و همطور کندکاری هایی که روی مس میشه به عنوان قلمکاری، تمام این آثار ارزشمند قرن ها میتونه به عنوان یادگاری در منزل شما بمونه. همسفر رو همراهی کنید با جاذبه های زیبای ایران زمین. در برنامه های بعدی باز هم از کرمان زیبا براتون خواهیم گفت. 3085 رو فراموش نکنین، به اون پیام بدین، انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین ما رو مطلع کنین. تا دیداری دیگه، همه شما از جانب خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداوند مهربان یار و نگهدارتون. خب اینم از قصه امروز ما در استان کرمان. ببینیم همسفر در قسمت بعد ما رو به کجا میبره. پس تا اون موقع حق نگهدار.